خبر داری تو زندان خودت چه خبره؟ آره خبر داری. لعنت بر خامنه ای، مرد بر خامنه ای، لعنت بر خامنه ای. همین الان گرامی درود، امروز خواهرم فاطمه سپهری عمل آنژیوگرافی انجام داد. در این عمل مشخص شد از سرگ اصلی قلبش دو رگ بالای 95% گرفتگی داره. باید هرچی سریعتر عمل قلب باز انجام بده. بعد عمل برای لحظات من خواهرم رو دیدم. خواهرم یه پیام داشت و اونم از من خواست که به علی خامنه‌ای بگم اون علف هرزی که در سال 57 در خاک پاک این مملکت رشد کرد و ما براش همه چیز دادیم، حتی خون دادیم، رو تا از روشه در نیارم دست بردار نیستن. مرد بر خامنه‌ای، لعنت بر خامنه‌ای. امروز 8 خرداد بعد از اون اومدن و از من خواستن که به حفاظت از زندان برم. اونجا کارشناس پرونده من در وزارت اطلاعات بود، اما اول کار بهش گفتم اگر آزادی، معذرت خواهی و پرداخت خسارت برای شما یک زمان انتخاب بوده ولی الان ضروری شده و اگر انجام ندید به زودی تبدیل به یک اجبار بسیار پرهزینه میشه. اون شخص در جواب من گفت آقا نامه آزادی تا آمده. من در ادامه گفتم آقا اگر قرار من تعهدی بدم، من تعهد نمیدم، منو نبرید. آقا تعهدم نیست، فقط شما باید گفتن آقا ابلاغ کنیم که کار از این بعد قانونمند باشید. گفتم من همه کارم قانونی بوده، من هر چی گفتم و نوشتم خوب درست مناسب اخلاقی و قانونی بوده. دوم گفت آقا باید پرهیز از خشونت کنیم، ما هیچ کس رو به خشونت دعوت نکردیم، خودمونم خشونتی نکردیم. سوم گفت آقا با گروه های تروریستی هم در ارتباط نباشید. گفتم آقا گروه تروریستی هم در ارتباط نبود. اونجا بهش تکرار کردم، گفتم آقا من در بیرون زندان حرفی که الان جلوت دارم میگم و خواهم گفت و اونم اینه که این همه مشکلات که مملکت داره، حل مشکلاتش شرط لازمش اینه که از جمهوری اسلامی به صورت تمام کامل بدون قید و شرط باید عبور کنی. و اینجا بازم تکرار میکنم حرفمونو که نه به جمهوری اسلامی. این رژیم چکیده بیماری های درونی ایرانیان بود که در تلاتون 57 این بیماری ها عود کرد و شرایط برای حضور اینا در قدرت فراهم شد و نتیجهش این بود که دیدیم اینا هیچ آرمانی ندارن، فقط آرزوی چپاول و جاه طلبی دارن. این جماعتی هستن که در پوشش گسترش فضیلت های مذهبی یک طاعون تمام عیار رو اومدن در جهان گستروندن و الان حاصل کارشون یک درخت خشک آفت زده، یکی از فقر و فلاکت مردم و تغذیه میکنه. اینو هیچ حقی برای مردم قائل نیستن، نه حق اعتراض، نه حق مطالبه گری، نه حق انتخاب. ولی برای خودشون جالبه که حق وتوی رو متصورن که آقا هر لحظه که دلشون خواست میتونن اشاره کنن و همه چیز دیگه، هر اعتراض، هر خواست و هر مطالبه باید خاموش بشه. و این حرص بی پایانشون، این بیمسئولیتیشون یه بذر آینده دردسرسازی براشون افشونده. تمام از زندان برقرار شده، تمام گیرنده زندانی می باشد که محصولش الان به صورت یک تنفر فراگیر رو ما مشاهده میکنیم، به نحوی که اون تاج گل خوش آمدگوی 57 الان شده تاج گل مراسم تدفین ایرانی هم. ولی آقایون اصرار دارن که در قدرت باشن و میگن آره ما میخواییم جبران کنیم اشتباهات قبلی رو، بیفکری های قبلی رو. در حالی که اینا اصلاحشون برای حفظ و سرچشمه معاش بیپایانشونه و در صفوف به هم فشرده جناح مختلف اینا یه آدم بزرگ و یه آدم محترمی رو ما اقتبال ندیدیم، حتی یک انسان قابل تحملی رو ما ندیدیم. و اینا با اینکه کلی از افتضاحات به بار آوردن، ولی مدعی این که گویی یک ندایی از غیب برای اینا یک رسالتی رو مشخص کرده که با تمام بی کفایتیشون این توان بی پایان بی کران نداشتهشون رو در اختیار مردم قرار میدن. ولی خب توالی اعتراضات اون در همه زمین ها داره نشون میده که اینا یک آینده خوشی ندارن و همین خاطر یک دلخوره عجیبی در دل این افتاده که آقا باید شرط قبول کنه، باید به خواست مردم تن بده، باید اون قدرتی که از مردم دادیدن و حق انتخابی که از مردم حسب کردن و مردم برگردن، وگرنه هر انتخاب دیگه رو
این آقایون داشته باشن، ضمانت مسئولیت انتخابشون رو با هر چی دارن، حتی زندگی خودشون دارن وثیقه میذارن. ساعتها برادرم رو نگه داشتن و باز مجدداً بردن شعبه 901. یک آقایی بوده، میگه نبود اون آقایی که دفعه دوم منو دید و گفته که شما به مقام معظم رهبریمون توهین کردید. من از مقامات جمهوری اسلامی میخوام، از دادگاه، مسئولین زندان، اطلاعاتی هایی که دارن کار میکنن برای رهبرشون، لطفاً یک توک پا تا سر کوچه خانتون از نونوایی، از سوپری، از میوه فروشی، از داروخانه، از بهداری، از درمونگاه یه سری بزنید ببینید به مقام معظم رهبریتون مردم چی میگن. برادر من رو متهم نکنید. جمهوری اسلامی تنها کاری که میتونه بکنه همینه، سرکوب، جنایت، جنایت، جنایت. خشم مردم داره فوران میکنه. یقه خامنه ای رو خواهد گرفت، مطمئنم. من 2 سال پیش جلو زندان وکیل آباد گفتم روزگار قذافی و صدام رو دارم میبینم در چهره خامنه ای و امروز هم دارم یادآوری میکنم. با این همه جنایت هیچ راه فراری نداری اگر وایستی ها، مگر اینکه همون که گفتن استعفا بدی و بی گمشی از کشور من. سلام علیکم. این روزها داریم نزدیک میشیم به 16 آذر، روز دانشجو. اول از همه لازم میدونم برای خودمون بیایم دانشجو رو تعریف کنیم که دانشجویی که مد نظر ماست کیه. آیا اون 3 دانشجوی بودند که به خاطر سفر نیکسون به تهران اعتراض کردند و نتیجه اون اعتراضات و ندانمکاریاشون ایجاد این حکومت 40 ساله جهل و ظلم و دروغه؟ آیا منظورمون دانشجوییه که در مراسم های حکومتی شرکت میکنه با مشت های گره شده شعارهای حکومت پسند رو میده و وقتی هم بهش تریبون میدن دیگه خیلی از خودش مایه بخواه بذاره 2-3 تا سوال آبکی پفکیه خیلی سطحی مطرح میکنه که دیگه عرض خالی نباشه؟ منظورمون اونه یا نه؟ منظورمون اون دانشجویی هست که زمانی که مملکت در خفقان کامل بود شما تنها جایی که واقعا میدیدی صدای آزاد خواهی ازش بلند هست، صدای عدالت خواهی ازش بلنده، هنوز دانشگاهی. من عرضم با اون دانشجویه که عزیزم شما اینو در نظر بگی که در چه مملکتی داری زندگی میکنی. مملکتیه که اگر از حاکمای این مملکت بپرسی پولی مملکت داره کجا خرج میشه، با قول جواد لاریجانی میشی فتنه‌گر. حتی اگه بپرسی آقا پولی که من توی این مؤسسه‌ای که شما بهش مجوز دادید گذاشتم این پول کجا شد، کی دزدید، کی برد، میشی فتنه‌گر. در مملکتی داره زندگی میکنی که 2 جناح مختلف این حاکمیت شاید در مقام سخن با هم فرق داشته باشن ولی در مقام عمل یکیه و هر کسی که آقا به نحو اعتراض بکنه از نگاه اونا تبدیل میشه به نمیدونم گوساله و بزغاله و کرکس و اختشاشگر و از این حرفا. ما اول از همه باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم که آقا تو این شرایط ما با کدوم سمت میریم. تو این 40 سال که ما هر روز دیدیم وضعیت بدتر از روز قبل شده و تا وقتی هم روی همین روال هست این شرایط برقراره. اول از همه بیایم برای خودمون ببینیم آقا چه شرایطیه و به چه سمت چه شرایطی میخوایم بریم. من اجازه بدین یک خاطره براتون تعریف کنم. حدود 13-14 سال پیش از طرف حراست سازمان آموزش پرورش از من خواستن که آقا بیا حراست. من رفتم. وقتی رفتم اونجا دیدم آقا گویا جریان بازجوییه که آقایون میخوان یک پرونده برام درست کنن بر اساس همون پرونده ما رو محکوم کنن. سال اولشون بود که مشخصات رو بنویسی نوشتیم. سال دومش این بود که آقا از نظر شما چه حکومتی دیکتاتوریست و به کی میگن دیکتاتور؟ جوابی که من اونجا نوشتم این بود که آقا هر حکومتی که حاکمانش واقعا توسط مردم انتخاب نشن، حوزه قدرتشون محدود نباشه، به کسی پاسخگو نباشن و در کشور شما بینی آقا مواردی مثل آزادی بیان وجود نداره، در اون کشور دیکتاتوریست.
و کسی که در رأس اون حکومت دیکتاتوره. یادم وقتی برگه بازجویی رو به اون آقا دادم، حالش خیلی منقلب شد، چون خودش بهتر از هر کسی میدونست که آقا داره چی کار میکنه و اونجا عامل کی هست و داره چی میشه. آن مهسا رو کشتم چند سال پیش، خانم کاظمی، زهرا کاظمی رو با همین شرایط کشتن و امثال اینها نه اولی بوده و نه آخری خواهد بود. متاسفم برای سید علی خامنه ای. امیدوارم هرچه سریع تر بیشه اینها کنده بشه. اینها قاتلن، اینا میخوان ایران رو ویران کنن. امیدوارم که هرچه سریع تر با این همه جنایت جمهوری اسلامی همه دست به دست هم بدیم که جمهوری اسلامی بره. من میگم الان امروز مهسا، فردا ممکنه یکی دیگه باشه. ملت ایران بیدار شید. نونمون رو بردن، ناموسمون رو بردن، وطنمون رو بردن، اعتبارمون رو بردن، امنیتمون رو بردن، جان عزیزانمون رو گرفتن. الان ما برای چی واسالیم؟ منتظر چی هستیم؟ چی میخواد دیگه اتفاق بیفته که نیفتاده؟ امروز شعری از آقای خامنه‌ای رو دیدم، خیلی جالب بود برام. حالا خودمون حقیقت شعر قشنگی هم گفته شده. شعرش اینجوریه، میگه می کند آشفتم هم همه خیشتن، کاش برون می شدم از همه خیشتن. می کشد از هر طرف چون پر کاهی مرا، وسوسه این و آن دمدمه خیشتن. پنجه در افکندم در دل خونین خیش، گرگ وش افتادم در رمه خیشتن. جناب آقای خامنه‌ای، اگر واقعا حال روز شما اینه و شما هم دارید میبینید که جمهوری اسلامی رفتارش با ملت ایران مثل گرگیه که به رمه گوسفندا افتاده باشه، پس تمامش کن، خودت عذاب نده. خدا حافظ.